چرا نگاه شما فکر میکنید با دیگران متفاوته؟ اون شخصی هم که اون روز شما میگفتید، دوستان از من پرسیدن آیا منظور ایشون آقای دکتر محیط هست که میگید چیزای دیگه ترجمه کردن اینها، یا کس دیگری بوده؟ نخیر، اولا سلام عرض میکنم به بینندگان محترم و با تشکر از شما آقای سردی از شرایط خدمتون که نخیر، این دوستیه که کتابهای مارکسیستی رو به طور کامل ترجمه کرده. خب چرا اسمشو نمیگید شما؟ متاسفانه اسمشون به خاطرم نمیاد. آها، اوکی. فراموش میکنم. ولی با شما دو سه بار برنامه داشتن، دو سه بار، و از شرق امریکا هستند، از همون نزدیکی های خودتون. اگر اسمشون به خاطر اومده عرض میکنم، و البته ایشون به تنهایی نیستند، دوستان زیادی که در این مورد صاحب نظر هستند من صحبت داشتم باشم. آقای دکتر پارسا بناب نیست؟ نه. خب حالا شما صحبت امروز تو بگو که ما چیز کنیم. من به دوستان گله کردم از شما، گفتم آقای سعیدی نه هنوز به من گفته هفته ای میاد، دو هفته ای میاد، یه ماه میاد. همه اونایی رو که نمیتونه بیاد میگه، ولی اونو که میتونه بیاد نمیگه. نه هنوز عکس برسه که داریم با مزه بود. آره دیگه، جدی میگم، من اگه به مادرم زنگ بزنم بگم من دوشنبه نمیام، سه شنبه نمیام، چهار شنبه نمیام، پنج شنبه نمیام، جمعه نمیام، بعد هی بگم الو الو، بنده خدا سکته میکنه. ولی اول بهش میگم من خدمتتون عرض کنم، من هر زمان حرفی برای گفتن داشته باشم مطمئن باشید که در خدمتتون هستم. بسیار عالی. خب دوستان عزیز، نگاهی دیگر با آقای سعیدی. آقای سعیدی امروز میخوای درباره چی برامون صحبت کنی؟ عرض کنم نگاهی دیگر عنوان برنامه‌های من بود در تلویزیون ندا. آها، بله، به این دلیل خواستم که ادامه بدم همون رو. و این نگاهی دیگر معنیش همونطور که شما گفتید، یعنی اینکه با یک به اصطلاح تعریف جدیدی از هر چیز و یک شک در آنچه که گفته شده، شک کردن در آنچه که گفته شده، یک بار دیگه به قضایا نگاه بکنیم. بسیار فکر خوبیه. و دوستان کاری که میتونن انجام بدن، اون چیزایی که تا امروز باور کردن، اون چیزایی که تا امروز خوندن، میتونن با گفته های شما مقایسه کنن و از بین این دوتا یا میانگینش رو به دست بیارن یا بهترینش رو انتخاب کنن. بفرم. به خدمتی که اول در راجع به برنامه گذشته، من برنامه گذشته تقریبا نیمه تمام موند و خود من هم راجع به برنامه گذشته یک اصلاحاتی دارم، اشتباهاتی کردم که اشتباهی من کردم، اشتباهی شما کردید که ایمیل منو اشتباه نوشته بود. الان دارم می‌نویسم ایرانی تیوی. اون اشتباهی که من کردم در واقع به اون اول اشاره میکنم و عذرخواهی میکنم بابتش. اون این بود که وقتی گفتم مسلمانان تحصیل کرده در جایگاه نوعی مالکشی برای اسلام وارد صحنه میشن و سعی میکنن اسلام خود ساخته به اصطلاح جدیدی رو که خودشون به وجود آوردن رو معرفی بکنند با اشاره به عرفان و اینجور چیزها، به گفتم که چپیها هم این مالکشی ها این گرفتاری درش هست در جنبش چپ، که این کلمه غلط بود. در واقع در جنبش چپ یک جور تسلیم شدن و نقد نکردن باعث مشکل شد و این انحراف نتیجه شیفتگی کسانی شد که نسبت به مارکس یک ارادتی پیدا کرده بودند و کورکورانه در واقع تسلیم نظرات او شدند در رابطه با ماتریالیسم تاریخیش و اون جنبش انحرافی مارکسیستی شکل گرفت. ببینید، من سوء تفاهم نشه، من وقتی عرض میکنم من خودم یه موقعی مارکسیست بودم، بعد در اثر تحلیل آنچه که میخوندم و میشنیدم واقعا به اینجا به این نتیجه رسیدم که بر اساس این دنیا نمیتونه اون به اصطلاح نتیجه گیری که مارکس کرده که باید در اثر انقلاب طبقاتی دچار تحول بشه درست باشه. و وقتی به گذشته برگشتم مطالعه کردم، مخصوصا راجع به تاریخ اروپا،
نتیجه رسیدم که این نتیجه به اصطلاح حدس من چقدر درسته و چقدر دلایل تاریخی داره. ببینید، من خودم رو ماتریالیست معرفی کردم. ماتریالیست یه جهانبینیه. در واقع من اگر بخوام آرمان اقتصادی و اجتماعی که دارم رو اون رو به شما معرفی کنم، من عملا یک سوسیال دموکرات هستم. منتها جهانبینی من جهانبینی ماتریالیستیه. شما میتونید یک سوسیال دموکرات باشید و مثلا جهانبینی ماتریالیستی نداشته باشید، چون اینها خیلی مهمه. شما یه موقع هست راجع به موومنت و جنبش دارید صحبت میکنید، یه موقع هست راجع به جهانبینی دارید صحبت میکنید. اینها دو چیز مختلف هستن. برای مثال در اروپا، خب وقتی مسئله جنبش چپ بالا گرفت و جنبش مارکسیستی به وجود اومد، سرمایه داری هم بیکار ننشست. اون هم به اصطلاح فلسفه سیاسی خودش رو به اسم لیبرالیزم رو کرد. و میدونید که لیبرالیزم یه شعاری داره در رابطه با آزادی و برابری برای انسان‌ها، و این در واقع یک چیز خیلی مهمیه که ما اینها رو بشناسیم تا جهتگیری‌های اجتماعی و سیاسی درست پیدا بکنیم. یه نکته‌ای که خیلی خیلی مهم هستش، اجازه بدید من اول یک کوتاه راجع به آنچه که گفتم در برنامه گذشته اشاره کنم. برنامه گذشته من نقدی کردم بر مارکسیسم و اینکه ماتریالیسم تاریخی مارکس نتیجه گیری درستی رو ارائه نکرده ایشون در این به اصطلاح نظریه، و دلیل اون رو هم این قرار گفتم که این تحولات اجتماعی مبناش و موتور محرکش فشار و اقدام قهرآمیز طبقات محروم و مثلا برده ها نبوده که باعث بشه به اصطلاح بردگی در برده داری به فئودالیسم تبدیل بشه، بلکه ابتکار عمل و مصلحت اندیشی طبقات مسلط بوده که این تحول اجتماعی رو بر اساس مناسبات تولیدی جدید شکل داده. در اون زمان، زمان برده داری، خب مناسبات تولیدی جدیدی که به وجود اومده، فرض بفرمایید انسان دیگه مجبور نبوده زمین رو با چوب شخم بزنه. کشف آهن و خیش کمک کرده که انسان بتونه با سرعت و دقت بیشتری زمین رو شخم بزنه و در نتیجه محصول بیشتری به دست بیاره، و این باعث شده که بشریت موو کرده، حرکت کرده به مناسبات جدید، یعنی فئودالیسم. و به همین طوری همین اتفاق رو توضیح دادم که در دوره گذار از فئودالیسم به سرمایه داری اتفاق افتاده، و نتیجه گیری کردم که پس بنابراین ما نباید دنبال انقلاب کار، منتظر انقلاب کارگری باشیم. اگر یک سوسیالیست هستیم، اگر یک سوسیال دموکرات هستیم، باید این واقع بینی رو پیدا بکنیم که این از اتفاق تحول اجتماعی هرگز از طریق قهرآمیز اتفاق نیفتاده، بلکه ابتکار و مصلحت اندیشی طبقات مسلط بوده که این انتقال رو انجام داده. و امروز میخوام کمی در واقع راجع به اجازه بفرمایید که من تا شما مطلب رو پیدا کنید اجازه هست من یه سوال کنم؟ بله خواهش. چون شما گفتی برنامه های دفعه قبلتون هم به اصطلاح نیمه تمام موند، من یکم ترسیدم که بپرسم چیزی رو درباره این نکته مهمی که شما گفتید که دیگه نباید منتظر انقلاب های کارگری باشیم. من با این دوستانی که مثلا آقای سیامک ستوده، اینایی که هی میگن کارگر کارگر، که هیچ کدومشون هم فکر نمیکنم در عمرشون یه روز کارگری کرده باشن، میگم خب به من بیاین بگید چه سیستمیه. یعنی شما حکومت امروز افتاده، حالا مال هر کشوری،
شما چی کار میکنید؟ میرید توی کشوری توی کارخونه ای میگید یه کارگر بیاد میخوام رئیس جمهور بشه، یه کارگر بیاد نخست وزیر بشه. خب کارگره که میاد روز اول هم خوشحال هم کف میزنیم جشن میگیریم، فردا که جشن تموم شد این چجوری میتونه اون مملکت رو بچرخونه؟ چرا شما فکر نمیکنید همون سیاستمدار یا رئیس جمهور اونم یه کارگری هست که داره کارش رو انجام میده، نوع کارش فرق میکنه. دکتر هم یه کارگریه که داره کارش انجام میده. دست این موضوع آقای سوربی در ادامه من اتفاقا میخوام به همین نکته مهم اشاره بکنم که الان ابزاری که در اختیار حاکمیت های مختلف هست آنچنان پیشرفته است و اونها رو توانا میکنه تا به کمک اون ابزار جامعه رو کنترل کنن. این در واقع برای کنترل یک جامعه فقط با 5% مردم موجود میشه 95% دیگر رو کنترل کرد. دقیقاً درست. بله. اصولا دنیا اینطوری شده که امروز جنبش های طبقاتی کاملا فلج هستند و ناتوان در ایجاد تحول، و همونطور که شما به درستی اشاره کردی برفرض که این انقلاب که یک نتیجه بیماری جامعه است و یک پدیده‌ای که ناشی از بیماری و استیصال یک جامعه است، انقلاب هر جامعه‌ای که به انقلاب کارش کشیده بشه شما مطمئن باشید که دچار مشکلات جدی خواهد شد و هیچ تضمینی هم وجود نداره که انقلابیون بتونن نظم جدید سازنده تری رو به وجود بیارن. سوسیال دموکراسی معتقد به ریولوشن هست به جای معتقد هستش به اِوولوشن به جای ریولوشن، یعنی به جای انقلاب به تحول اجتماعی اعتقاد داره و روی اون کار میکنه. جامعه از طریق تحوله که میتونه در واقع نتایج بهتری برسه. به همین دلیل هم من معتقد هستم جمهوری اسلامی اگرچه یک فاجعه اجتماعی رو برای چند نسل ایران به وجود آورده، ولی ما ایرانی ها هم بالاخره مثل مردم اروپا که در اثر سختی کشیدن و کار و تلاش طاقت فرسای چند قرن امروز دارن نتیجه میگیرن و رنسانس فکری هم در اون کشور به راحتی انجام نشده و خیلی ها بهای سنگینی برای اون پرداخت کردن، ما ایرانی ها هم داریم این بها رو در این 37 سال پرداخت میکنیم و من آینده بهتری رو برای ایران پیش بینی میکنم. البته اگر این استعمارگرها بگذارند و رقابت مابین استعمارگرها یه فرصت طلایی دیگه برای ملت ایران ایجاد بکنه شبیه همون چیزی که در دوران پهلوی ها ایجاد کرد. پس شما امیدی دارید؟ امیدوار است؟ باید با امید زندگی کرد آقای سوردی. دقیقا. بله. عرض شود به خدمتون امروز من میخوام تفکر ماتریالیستی رو باز روش تکیه کنم. علت این که من این مسئله رو اینقدر روش تکیه میکنم اینه که این کلید حل به اصطلاح کلیدی که ما میتونیم یه دری رو به سوی آینده باز بکنیم. آقا تو رو خدا این کلمه رو عوض کن یه چیز دیگه بگو، چون بعد از کلید روحانی ملت از کلید میترسن. از اون کلید ها نیست. اوکی. رمزیه. اوکی. از شاید به خدمتون که ببینید ماتریالیز یک نگاهی یک به اصطلاح جهانبینیه که بیشتر نمایندگی میکنه تفکر کپیتالیست ها رو تا سوسیالیست ها رو، یعنی جهانبینی ماتریالیستی بیشتر به اصطلاح زندگی مادی انسانی رو که کپیتالیست ها و سرمایه دارها به اون اعتقاد دارند تأیید میکنه و زیربنای اون طرز تفکره. در مقابل این تفکر ماتریالیستی که من چگونگی پیدایش اونو در اروپا امروز میخوام یه ذره راجع بهش صحبت کنم، خب یه تفکر به اصطلاح جدیدی به نام سوسیالیسم به وجود اومده
که این نتیجه رشد ذهنی انسانه و حس مسئولیت انسانه. خوب دقت کنید، اگر به اصطلاح ماتریالیسم یک قانونمندی ناظر بر جهان هستیه، در مقابل اون سوسیالیسم نتیجه وجود یک پدیده است به نام انسان متفکر، مغز، که داره با این پدیده طبیعی که همه امور این دنیا رو نظم و سامان داده داره با اون چلنج میکنه و میخواد بگه که درسته که تو یک قانونمندی هستی، که این جهان هستی، این بستر مهربانی که به ما انسانها امکان حیات داده رو سامان دادی و با قانونمندی های خودت داری اونو پیش میبری، ولی منم انسانم، صاحب مغز و شعور هستم و میخوام امور زندگی اجتماعی خودم رو سامان بدم. این دنیا به دلیل تضادها، به دلیل محدودیتهاش لازم داره و به دلیل افزایش جمعیت لازم داره به یک اندیشهی که سامان بده، به این تضادها رو از بین ببره و الی آخر. پس ما این دوتا پدیده رو در مقابل هم داریم و من باز برمیگردم به دوران اصطلاح رنسانس در اروپا و انقلاب صنعتی و اینکه چطور این ماتریالیسم توسط اندیشمندان در اروپا تئوریزه شد و دیده شد، شناخته شد، قبل از اینکه مارکس بهش اشاره‌ای بکنه و اصلا اون رو نامگذاری کنه و معرفی کنه. انسان ماتریالیستی فکر میکرده، عمل میکرده و در واقع با الهام یا با پیروی از این متد موجود و این فرمول بندی طبیعی طبیعت عمل میکرده. خود مارکس خودشو جز به چه اسمی میدونسته؟ خب مارکس سوسیالیست بود دیگه. مارکس با انگلز یک در واقع کلمه یادم رفتش، ولی به هر حال مشترکاً جامعه کمونیستی رو مطرح کردند. خب حالا یه سوال دیگه، فقط به شرطی که سوالای من به اصطلاح رشته کلام رو از شما به اصطلاح دست شما نگیره. شما یه جا گفتید شما ماتریالیسم هستید، امروز گفتید که من حقیقتاً سوشال دموکرات هستم. آیا سوشال دموکرات و ماتریالیست یکی؟ اگه یکی هم چرا دوتا اسم دارن؟ آقای سوالی دارید منو ناامید میکنید. اینقدر من این مطالب رو گفتم که امیدوار بودم شما حداقل این مطالب رو یا برداشتی پیدا کرده باشید. بسیار خوب، چشم، از دوباره اینو میگم. اتفاقا شما باید امیدوار باشید، نشون میده که این شاگرد نشسته گوش میده و گیج شده. گیج شدن و پرسیدن اولین قدم یاد گرفتنه. والا اگه من تظاهر کنم، اتفاقا من تو برنامه‌ام همیشه میگم خیلی چیزها رو ما نمیدونیم، تظاهر میکنیم میدونیم. من توی مجلسی بودم سالها پیش، مجلس جبهه ملی ایران بود، طرف گفت هژمونی، به این بغل دستیم گفتم هژمونی یعنی چی؟ گفت والا منم نمیدونم. گفتم چرا نمیپرسی؟ من میپرسم و اگر پرسیدن من یه وقت شما رو ناامید میکنه که بابا این خنگه، خب دیگه نمیپرسم. خواهش میکنم. نه خیلی عالی، من عذرخواهی کردم از این. خواهش میکنم. ببینید آقای سوربی، اولا وقتی شما از اندیشه صحبت میکنید، یعنی از یک موومنت، جنبش یا از یک جهانبینی، حتما بایستی زمین رو اضافه کنید. مثلا بگید ماتریالیزم، مارکسیزم، سوسیالیزم. ولی وقتی از یه فرد صحبت میکنید که به اونها اعتقاد داره، اون وقت بایستی سبوته رو اضافه کنید. ماتریالیست، مارکسیست، بله، سوسیالیست. اول این رو رعایت بکنیم ما. بعد در عوض میخوام سوالتون رو یک بار دیگه تکرار کنید. آقای سعیدی انقدر معلم سختگیری هستی که آدم میترسه. سوال من این بود من اصلا شما رو هم توی برنامه ها به عنوان ماتریالیست ببین یاد گرفتم، سعیدی ماتریالیست
به اصطلاح معرفی کردم. ولی امروز خود شما گفتید که اولا گفتید دو سه بار به اصطلاح برگشتید اینا رو خوندید، مثل اینکه نشون داده یه چیزایی رو فکر کردید یا اشتباهه یا الان بهترش اینه. خودتون گفتید من البته یک سوشال دموکرات هستم، بعد چون من فکر میکردم شما ماتریالیست هستید، میگم آیا این دوتا ایزم یکیه، دوتا اسم داره، یا اینکه شما ماتریالیست هستید ولی توضیح میدم. اون زمان که من اشاره به ماتریالیست کردم و ماتریالیست بودن خودم کردم، منظورم این بود که جهانبینی من ماتریالیستیه. بله. ولی الان آرمان اجتماعی و اقتصادی، اون آرمانی رو که با اون برای اون حرف میزنم و برای اون تلاش میکنم رو دارم معرفی میکنم، یعنی سوسیال دموکراسی. اون جهانبینی بود، این نگرش من نسبت به اجتماع و آرمان من برای آینده است. اینها رو از هم تمیز بدیم، از هم جدا کنیم. یکی از مشکلات جامعه ایرانی هم اتفاقا همین موضوعه که اکتیویست های اپوزیسیون، همه اونایی که تو اپوزیسیون فعال هستند، یه جنگ حیدر نعمتی با هم را انداختند و اینها دارای آرمان و ایده لازم برای آینده ایران نیستند. برای مثال اینها نه لیبرالیزم رو به اصطلاح چیز میکنند، پروموت میکنند یا حمایت میکنند، نه سوسیال دموکراسی رو، چون نه آرمانی برای به اصطلاح فعالیت سیاسی خودشون ندارن. اینطور جنگ حیدر نعمتی را افتاده و جنگ بین جمهوری خواها و به اصطلاح پادشاهی خواها، به علتش اینه، این ناپختگی و این عقب افتادگی سیاسی هست در بین اپوزیسیون، در بین ما ایرانی ها. شاهزاده رضا پهلوی بارها به این نکته اشاره کرده توی جلسات مختلف، توی نشستهای مختلف، که آقا جان اگر تو یه سوسیالیست، یک سوسیال دموکرات جمهوری خواه هستی، برادر تو، شریک تو، همراه تو اون پادشاهی خواهیه که سوسیال دموکراته. یعنی شما به دلیل سوسیال دموکرات بودن با هم همراه و هم حزبی و به اصطلاح هم جبهه هستید. این آرمان اقتصادی، آرمان اجتماعی مهمترین چیزیه که باعث شده این شرایط فلج کننده در اپوزیسیون ایران ایجاد بشه و به دلیل همین عقب موندگی ذهنیه که شخصیت سیاسی شاهزاده رضا پهلوی شناخته نشده توسط این دوستان. به همین دلیله که این همه این جنبش هایی که به وجود اومده، یکی سکولاریزم را میندازه، یکی جمهوری خواه این طرفی، یکی جمهوری خواه اون طرفی، و اصطلاح کارهای موازی انجام میشه. علت این که همه اینا تشخیص نمیدن که بابا این اپوزیسیون وقتی میتونه شکل بگیره که یه محوریتی داشته باشه، حول یه محوری اقدامات خودش رو سامان بده. این وضعیت بلبشو دلیل این عقب افتادگی و خامی سیاسیه. شما اگه یه مدیر یه مدرسه‌ای باشید، آقای رضا پهلوی رو به عنوان معلم جامعه و مردم رو به عنوان دانش آموزان اونجا توی این مدرسه داشته باشید، اگر بعد از 37 سال دانش آموزان نفهمیده باشن، معلم رو مسئول میدونید یا دانش آموزا رو؟ ایشون معلم نیست، من معتقدم ایشون یه فردیه که حداقل اگر یه جای حرف زده سنجیده تر حرف زده. مشکل این نیست آقای سوربی که ایشون در جایگاه رهبر و معلم ما قرار بدید. اتفاقا من فکر میکنم مشکل همینه که ایشون اگه بگه من رهبر هستم، 2 ماه، 3 ماه، 1 سال، 4 سال مردم گوش میدن به حرفاش، موفق بود، موفقه، نبود، میگن آقا رهبر خوبی نبودی. این وقتا میگفتن استخون لای زخم. ایشون مردم رو علاف کرده. حالا من جواب خودم رو بدم، اگه من مدیر اون مدرسه باشم و ببینم یه معلمی رو آوردم، من ایشون رو به عنوان معلم میذارم سر کار. اگر ببینم این دانش آموزاش همه تو امتحانات شهری نمره کم میارن، اون معلم رو میفرستیم یک کلاس،
دوباره یاد بگیره یا اصلا برکنارش میکنی؟ بفهمید. عرض کنم به خدمتت، خب من نمیخوام با شما کل کل بکنم آقای سوری. باش. فضایی که شما توش هستید و این مسیری که تا به امروز طی کردید، این مسیر رو با یک صحبت و به این سادگی ها نمیشه ترسید. باور کنید آقای سعیدی، من قبل از شما برای دوست خوبم آقای مرداد که مجاهد هست همینو گفتم، نوشتم مرداد کل کل کردن من و شما به جای نمیرسه، ولی بذارید دنبالش بگم. بهش گفتم اگر مایل باشی بیای تو برنامه صحبت کنیم، من نظر خودم رو میگم، شما نظر خودت رو میگی. اتفاقا دفعه قبلم به شما گفتم اشتباهی که دوستان مثل شما میکنن اینه، میگن آقا این که فایده نداره، این فکرش اینه. آقا فکر من اینه، من رو عوض نکن، شما بیا بگو مردم رو بفهمن که سوربی اشتباه میکنه، آقای سعیدی درست میگه. یعنی شما کاری به من نداشته باش. من چون خودتونم هی به من میگید که اگر صحبتی هست و الا اگه نباشه من برنامه آقای مینویی اینجا نشستم. واقعا من دوست دارم با شما، اتفاقا دوست دارم با شما شاخه به شاخه بپرم. خب میگید که حالا شاخه به شاخه بپرم، ولی وقتی میگم میگی نمیتونیم کل کل کنیم، فایده نداره. من نمیدونم به چه سازی. در مورد که شما تعصب داری در مورد شاهزاده رضا پهلوی و تعصب ندارم، من خودم دنبال رو ایشون بودم. قربونه دارم، من توی آلمان من اینو جناب سوربی مطلبی رو بگم که شاید این به شما کمک کنه شاهزاده رو بهتر بشناسید. بفرمایید. ایشون در یه بحثی با حشمت رئیسی، آقای حشمت رئیسی که از اون چپ‌های تحلیلگر میشناسم ایشون رو، باهاشون هم چند بار مصاحبه داشتم. همه با شرف، یه چپ مسئول هست، با ایشون یه بحثی داشت. آقای حشمت رئیسی سوال جالبی کرد از شاهزاده. گفت خب شاهزاده شما میگید که آینده ایران باید این طور باشه اون طور باشه، خب شما نمایندگی میکنید پادشاهی برای ایران رو، چه تضمینی وجود داره اگه فردا شما پادشاه شدید مثل پدر بزرگ و پدرتون عمل نکنید؟ شاهزاده جواب داد که هیچ تضمینی وجود نداره، تنها تضمین به اصطلاح فعال بودن کانونهای دموکراتیک در کشوره. اگر ما موفق بشیم قانون‌های دموکراتیک داشته باشیم که حسن اجرای قانون اساسی رو نظارت بکنن و جنبش مردمی به وجود بیارن بر علیه هر گونه به اصطلاح انحراف، اون موقع این اتفاق هم نمیتونه. آقای حشمت الله رئیسی خیلی به اصطلاح تحت تأثیر قرار گرفته بود، کسی که در زندان پدر ایشون بوده حالا اومده ایشون رو دیده و فکر میکرد که با یه عقیده جدید آشنا میشه و جواب نداد که بگه شما میگی کانونهای مردمی، دیکتاتور اولین کاری که میکنه کانونهای مردمی رو میبنده، اولین کاری که میکنه رهبرهای فکری رو زندان میندازه. همون کاری آقای توربی عزیز، دیکتاتور، این دیکتاتوری که ما میگیم خیلی لفظ کلیه. در دوران پهلوی ها ابدا در این لفظ دیکتاتور رو به محمد رضا شاه نمیشه اطلاق کرد. ای بابا، رضا شاه یک حکومت فردی رو بعد از سال 42 شروع کرد، حکومت فردی. یعنی چی؟ یعنی اینکه ایشون تبدیل شد به تصمیم گیرنده برای کشور. علت هم داشت. خود همین که معنی دیکتاتور همینه. بذارید من صحبتمو تموم کنم. بله بله. بفرمایید. چند شوک مختلف محمد رضا شاه رو وادار کرد که حکومت فردی رو در پیش بگیره، یعنی در واقع آنچنان ناامید شد از الیت جامعه ایران و از حسن نیت سیاسیون و اونهایی که ادعا داشتن که کشیده شد به سمت حکومت فردی. من در این مورد قبلا هم دلایلش هم تو گفتم. چرا؟ برای اینکه اتفاق سال 32 که اون رفتار رو کردن، توده‌ای ها مجسمه ها رو پایین آوردن، حتی پیغام دادن به کشورهای خارجی که اگه محمد رضا شاه به کشور شما اومد رسما ازش نبایستی چیز کنید، این آدم دیگه معذور شده، و این یه شوک بزرگی بود برای این شخص، در حالی که جریانات سال 32 همش طراحی شده بود برای بدام انداختن توده‌ای ها. یعنی همه این قضیه و اینکه مصدق تله شد برای این قضیه، مصدق فقط تله‌ای بود برای جمع کردن بساط
توده‌ای ها در منظورتون اینه که مصدق تهمه‌ای بود، تله بود در واقع، برای اینکه توده‌ای ها دوربر مصدق بودن، جمع شده بودن. آها. اون کودتایی که کردند و حکم پادشاه رو نادیده گرفتن توسط کی؟ توسط روسیه؟ در کودتای 25 مرداد میگن. نه میدونم، ولی شما ببینید، شما میگید این کارهای سال 32 دلیلش این بود که میخواستن توده‌ای ها رو بشناسن. توده‌ای ها که خب وابستگی داشت اون همه جریانه، جریان این قضیه سال 28 مرداد و 25 مرداد من. این برنامه ریزی شده بود. پادشاه هم به همین دلیل از کشور خارج شد، چون یه نگرانی وجود توسط داشت. کی برنامه ریزی شده بود؟ بله، این نگرانی وجود داشت که اگر این اتفاق کارش بالا بگیره. نه آقای سعیدی، من سوال میکنم توسط کی برنامه ریزی شده بود؟ توسط سرمایه‌داری جهانی. آه اوکی اوکی، بله. و نگرانی بود که نکنه روس‌ها عکس‌العمل نشون بدن، توده‌ای‌ها دست به اقدامات نظامی بزنن. این بود که پادشاه خارج شد تا این قائله ختم بشه. و این قائله ظرف 48 ساعت با کمک آخوندها که اونا بسیج توده‌ای خیلی خوب می‌کردن و تا همین اواخر هم قادر بودن بسیج توده‌ای انجام بدن، خوشبختانه به یمن این 37 سال حکومت آخوندی این امکانم از آخوندها سلب شده. اینو خیلی قشنگ گفتید شما، یعنی میشه گفت یه چیزی بود مثل این کودتای ترکیه که میخواست مخالفه ها رو بشناسه و بگیردشون. آفرین. ببینید، از این نوع اقدامات فراوان بوده در تاریخ. آقا من برای اولین بار با شما موافقم و این حرفی که میزنی با اسناد و با اون کارهایی که آمریکا کرده و اینها یعنی ردیفه و من ممنونم ازت که اینو عنوان کردی و بالاخره ما با شما سر یه چیز توافق کردیم. دیدی حالا کل کردن بدم نیست. بفرمایید. توافق شما که به گفته خودتون با من موارد متعددی بوده که گفتید فقط در بعضی چیزها با تو مخالف هست. خب اینم اضافه کنید، اینم یکی از اونایی بود که سرمایه‌داری جهانی از ترس به اصطلاح کمونیست این کار رو برنامه ریزی کرد، پول داد. قائله 28 مرداد فقط یه برنامه ریزی برای جمع کردن بساط توده‌ای ها بود در ایران. بله. و بعد از اون، بعد از این شوک 28 مرداد که اون رفتار به اصطلاح ملیون بعضی از جبهه ملی ها و این چپی ها انجام شد، بعد ما میرسیم به سال 42. در اونجا هم باز ملیون خیانت میکنند و میرن دنبال پشت آخوندها و چپی ها هم بعضی هاشون همینطور. و این دوتا شوک پادشاه ایران رو که تمام وجودش خواستش ارادش خدمت به این آب و خاک بوده و دوست داشته که این مردم رو به اصطلاح بالا بیاره، میکشونه به حکومت فردی. ببینید، ما اگر تعاریف خودمون رو، یعنی فرض‌های غلط، نتیجه‌گیری‌های غلط رو به دنبال داره، اگر در تعاریفمون، فرض‌هامون تجدید نظر نکنیم و تاریخ نخونیم و شرایط به اصطلاح همه شرایط رو در نظر نگیریم، به اسفل و سافلین میریم از نظر تاریخ. اگه تاریخی که میخونیم کسایی که نوشته باشنش آدمای صالحی نباشن، به کجا میریم؟ خب دیگه این بستگی داره به هوش و به اصطلاح این که ما از چه منابعی استفاده کنیم یا چقدر منابع مختلف رو ببینیم، بخونیم و خودمون دیگه مغز اینجا دیگه مغز هر کسی باید یاری بکنه بهش دیگه. بسیار متاسفانه این پدیده کمتر یاری میکنه به ما. عرض کنم داشتم اینو میگفتم، این دوتا شوک باعث شد که حکومت فردی محمد رضا شاه شروع شد. محمد رضا شاه مطلقاً دیکتاتور نبود. سال 57 اینو ثابت کرد. دیکتاتور که راشه نمیکشه از خاک کشور بره بیرون، میکشه پدر متظاهر کننده رو هم در میاره و تثبیت میکنه موقعیت خودشو. ایشون مثل یه پدر بود برای ایران. رضا شاه و محمد رضا شاه، در واقع ما ملت بی پدر شدیم با رفتن اینها. اینها حکم یه پدر رو داشتن، منتها مثل هر پدری که هزار تا اشتباه هم ممکنه بکنه، اشتباهاتی داشتن. مثلا محمد رضا شاه اشتباه بزرگش این بود که درست در زمانی که باید فضای سیاسی رو باز میکرد و خودش رو از صحنه سیاست کمی بیرون میکشید و دیگران رو جلو مینداخت، درست برعکس عمل کرد متاسفانه. آقا بازم آفرین به شما، این مثال پدر رو که زدی
خیلی از بچه های ما هم فکر میکنن ماها دیکتاتور هستیم، ولی بعد که بزرگ میشن عقلشون میاد از اون حتی تشکر میکنن که چه خوب دیکتاتور بودیم. دختر من الان دموکراسی اینجا خیلی مهمه. ما این موضوع رو بفهمیم، موضوع مشکل ما ایرانی ها دموکراسی نیست. ما نه به آزادی سیاسی احتیاج داریم نه به دموکراسی احتیاج داریم در حال حاضر. ما ایرانی ها با اون وضعی که تو ایران هست، مردم ایران امروز فقط به حقوق مدنی خودشون احتیاج دارند و حاشیه یک امنیت اقتصادی. یعنی جمهوری اسلامی موفق شده مردم رو، خواسته های مردم رو به این حد تنزل بده که الان دیگه نه دنبال دموکراسی باشن نه دنبال به اصطلاح آزادی های سیاسی، بلکه فقط دنبال نون شب باشن و دنبال اینکه حقوق مدنیشون زیر پا گذاشته نشه. دموکراسی در واقع برای ملت های عقب افتاده یک دامگهه، یک به اصطلاح خطر بزرگه. پادشاهان پهلوی به این دلیل حکومت فردی رو در پیش گرفته بودند که اصلا شرایط برای دموکراسی و حضور به اصطلاح ایرانی ها در صحنه سیاست مهیا نبود. اونا تلاش میکردن این شرایط رو مهیا کنن، یه طبقه مسئول آگاهی رو تربیت بکنن، بعد اینا رو بفرستن به صحنه سیاست. محمد رضا شاه اتفاقا اشارش به اون تمدن بزرگ همین بود. ایشون منظورش بیچاره این بود که ای مردم آماده بشید برای که چیز اداره امور کشور رو به دست خواهید گرفت به زودی. و متاسفانه در تعریف این قضیه و در به اصطلاح تبلیغ این قضیه انقدر کمکاری شد و توسط روشنفکرها همکاری نشد، اونا این چیز رو نگرفتن. من و شما که اطلاع نداریم آقای سوربی چه گفته، چیزهایی رد و بدل شده چه گفته، هم از همه چیز اطلاع نداریم. ولی من وقتی به اون آنچه که شنیدم توجه میکنم، میبینم که این مرد یا آرزوهای بلندی برای ایران داشت که نتونست اونها رو خوب به طور سیستماتیک پیاده کنه. آقای سعیدی ببینید، من مثلا برای بچه هام آرزو میکنم که توی یک ساختمان بلند تو نیویورک زندگی کنم. خب این آرزوه خوبه، ولی اگه برنامه نداشته باشم، وسیله نداشته باشم، حتی نتونم به بچه هام اینو توجیه کنم، خب نشون میده من آدم فقط چی میگن اینا خیال پردازی هستم. شما میگید که در واقع این خیال پردازی محمد رضا شاه به این دلیل بود، به این دلیل عملا به نتیجه نرسید که الیت جامعه ایران و سیاسیون ما به چند دلیل اخته شده بودند و اینها باید این پروژه رو دنبال می کردن و این پروژه رو به ثمر می رسوندن. در واقع کسی کنار محمد رضا شاه نمونده بود، خودش کرده بود، هر کسی رو که چیزی بلد بود از دور خودش جدا کرده بود. نه این نبود آقای سوربی، والا بوده تا اینجایی که ما می شنیمیم. بلی کسی که بیاد دو تا حزب داشته باشه، سه تا حزب داشته باشه، اونا رو بکنه یه حزب، بعدم آقای منوچهر گنجی دکتر مملکت ما وزیر آموزش پرورش بیاد بگه که این حزب با حزبای دیگه تو کشورها تک حزبی فرق میکنه، این حزب رئیسش پادشاهه. اصلا این مزخرف‌ترین حرفی بود که یک آدم با سواد میتونه بگه. بعد شما میگی الیت اخته شده بود، من خواستم بگم ختنه، کی اختشون کرده بود؟ یه حکومت 57 ساله پهلوی، رضا شاه سالهای اول چرا موفق بود؟ برای که افراد با سواد رو، با دانش رو، کارکن یعنی کاردان رو جمع کرد، موفق بود. همچنین که وحشت افتاد به جونش، گفت حالا اینا که کاردانن با سوادن ممکنه سر منو بکنن زیر آب، در صورتی که نمیدونه آدمای با سواد و کاردان فکر این نیستن که دیگران رو از بین ببرن، فکر این هستن که با کمک دیگران بالاتر برن. اینا از ترسشون، حالا شما اسمش رو میخواین نذاری دیکتاتور نذار، ولی اولا کلمه دیکتاتور کلمه بدی نیست، دیکته کردنه. من ممکنه به شما یه چیزی بگم بنویسید دیکته خوبی باشه، ممکن حالا این دیگه طی زمان معنیش این شده که من اگه بگم دیکتاتور، آقا توی فلسفه من، توی لغتنامه من این دوستان دیکتاتور بودن. مثلا شما میگی آقای محمد رضا شاه 32 از ترسش دیگه حکومت رو گرفت دستش، یه دفعه جمپ میکنی 10 years میری رو 42. آقا تو 10 سال یه مملکت رو میشه ساخت،
تو ده سال مردم رو میشه عوض کرد، تو 6 ماه با برنامه‌های تلویزیونی شما میتونید. من عزیز من قربونت برم، اشتباه میکنید. یعنی که در 10 سال میشه یه مملکت ساخت. شبا برنامه بذارن، شبا برنامه بذارن از این رادیو تلویزیونی که سیستمی که به وجود اومده بود مردم آموزش بدن، ندادن. به جاش امول ساین چی بود برای ما آوردن؟ گولی ساین گندم. آقای سعودی عزیز، لطفاً سر پیاده شید با هم بدید. چش، من پیاده، من نشستم دیگه، شما صحبت کن. بفرمایید. ببینید عزیز من، اولا در بین 32 تا 42 که یک حکومت اقلیت بود در اکثریت، یعنی بخشی از الیت جامعه با دربار همکاری داشتند و یه نیمه به اصطلاح دیکتاتوری اقلیت بر اکثریت بود و 42 به بعد تبدیل شد به حکومت فردی. این همه این چیزهایی که تو ایران اتفاق میفته، اولا در کشوری مثل ایران رو نه در 10 سال، در 50 سال هم نمیشه ساخت با بدون امکانات مادی. اون موقع مادیاتی در کار نبود، که نفت بعدا مطرح شد. ما یه مسئله فرهنگی بزرگی داریم که خود اون مسئله باعث دامن زدن به حکومت فردی یا دیکتاتوری میشه. اصلا چه وجود داشته باشه دیکتاتور چه نباشه، ما خودمون پیدا میکنیم و میسازیمش. اینم ریشه داره در دو چیز. یکی این که ما در طول تاریخ مرتب اقوام وحشی اومدن کشورمون رو تسخیر کردن. ملت ما به طور فرهنگی سازش با قدرتمندان رو آموختند، یعنی یه جوری چیز شده براشون، ملکه ذهنشون شده که کرنش کنن در مقابل اون کسی که مسلط شده بهشون. آخه زورشون نمیرسه. شما وقتی زورت نمیرسه چی کار میکنی؟ یا باید از بین بری یا باید باشون بسازی، یا باید یه جوری یه سازش بکنی. این زمینه فرهنگیش بوده. یه زمینه دیگر هم داره که شیعه‌گری باعث اون شده. در شیعه‌گری هویت فردی انسان لگدمال میشه، یعنی انسان هویت نداره، شخصیت نداره. یه امامی در اون بالا هست که همه چیز در اون تبلور پیدا میکنه، حالا یا میخواد آخونده باشه یا میخواد خود امامه باشه. و فرهنگ انتظار، فرهنگ عرض کنم به خدمت منتظر به اصطلاح منجی بودن، این فرهنگ که تو قضا و قدر رو بپذیری و ده ها آموزه غلط در شیعه گری هم دامن زده به این روحیه در ایرانی ها و ما رو تبدیل کرده به آدم هایی که دیکتاتور ساز شدیم. الان هم توی بعد از 37 سال تجربه جمهوری اسلامی و زندگی در کشورهای متمدن غربی، هنوز بسیاری دنبال رهبر میگردن، هنوز کسانی دنبال یک کسی میگردن که بیفته جلو و اینها گلوار دنبالش را بیفتن. و این غلطه، این آینده پشت این نیست. من واقعا این موضوع داره آزارم میده. این شرایط موجود هم ناشی از این روحیه است، ناشی از این نگرشه. ما باید مسئولیت پیدا کنیم آقای سعودی. ما انسانها در جمع باید مسئولیت حس بکنیم نسبت به این کره‌ای که داریم روش زندگی میکنیم به طور عام، و کشوری که از اون کشور در اون کشور زاده شدیم باید احساس مسئولیت کنیم، باید به خاطرش عمل کنیم، حرف بزنیم، تلاش بکنیم تا یه چیزی اتفاق بیفته. و الا این روحیه دنبال رهبر را افتادن ما رو به جایی نخواهد رسوند. آقای سعودی، من داشتم اشاره میکردم به این به اصطلاح شکلگیری تفکر ماتریالیستی در اروپا. اجازه بدید برای اینکه فضا عوض بشه یه اشارهی به اون بکنم که خیلی به اصطلاح لازمه، کمک میکنه به ما. بفرم. این تفکر ماتریالیستی در طول 500-600 سال، شاید بتونم بگم در واقع از در طول یه زمانی در حد 800 سال در اروپا سابقه داره. اولین کسی که به این تفکر اشاره کرد راجر بیکن بود، که من گفتم قبلا که ایشون سال 1200 میلادی بعد از اینکه اون جنگ های صلیبی دوم شکست میخورن مسیحیون، خب ایشون و یه عده دیگه اعتراض کردن به کلیسا که آقا شما میگید که بندنافتون با آسمون وصله، پس چرا شکست خوردید در این جنگ؟ چرا اون خدا به شما کمک نکرد؟ و
و بعدم اشاره میکردن به اون انحراف و اون فسادی که در کلیسا وجود داشت و اینا به هر حال نفرین هم شدند و خیلی بهای سنگینی هم پرداخت کردند. موضوع ادامه پیدا کرد تا یه شخص دیگری با همون فامیلی به نام فرانسیس بیکن در قرن 17 بود که ایشون شروع کرد توجه دیگران رو جلب کردن به اینکه به ماده توجه بکنند و نگاه بکنند با استفاده از حواس پنجگانه شون به این دنیا توجه بکنند و در واقع یک مبارزه ای رو آغاز بکنند که با روحیه شک کردن شروع میشه این مبارزه. ببینید این اتفاق در 500 سال پیش در اروپا یک فیلسوفی داره اینطور با مردم صحبت میکنه که بابا شک بکنید و از حواستون استفاده کنید و به این نگاه بکنید و تجزیه تحلیل کنید اون چیزی رو که میبینید. و ایشون مثلا اون موقع میگفتش که ما اگر ما بتونیم آهن یا فولاد تولید بکنیم این خیلی مهمتره تا اینکه طلا دنبال جمع کردن طلا باشیم. وقتی آهن و فولاد داشته باشیم خود به خود طلا رو هم به دست میاریم. یا مثلا ایشون بود که میگفتش که این روحیه کلیساست که شاگرد باید تبعیت محض بکنه از استادش و این روحیه رو باید شکست. آقای سعیدی تو تعریف ماتریالیسم من از شما یاد گرفتم که ما باید به عوامل مادی بیشتر از عوامل معنوی توجه کنیم، درسته؟ بله آقای سلوی، همینطوره. یعنی اصولا ما نمیتونیم جز این فکر کنیم. حتی اون کسی که میاد ادعای پیامبری میکنه، اون کسی که آخونده، اون هم به دنبال مطامع مادی خودش این دکان رو باز میکنه و این دکان باز کردن ها شکل‌های مختلف داره. همه انسان‌ها دنبال جاه طلبی‌ها و مطامع مادی خودشون هستن، ضمن اینکه به قول احسان طبری در یه پاراگرافی تحت عنوان روند تکوین نفسانیات انسان اشاره می‌کنه که انسان در روند رشد فکری خودش در سنین قبل از بلوغ به سر می‌بره الان و هنوز مونده تا بالغ بشه. این جنبش سوسیالیستی و سوسیال دموکراسی در واقع جرقه‌های ظهور این بلوغه. انسان داره در مقابل قانونمندی ماتریالیستی که بر این جهان نظارت میکنه و این جهان رو راه میبره، در مقابل قانونمندی طبیعت داره اظهار وجود میکنه به خاطر داشتن من و میخواد وارد بازی بشه، میخواد امور رو سامان بده. پس باز اجازه بدید من برگردم به این چگونگی شکل گرفتن این تفکر ماتریالیستی. بعد از فرانسیس بیکن من تو اون برنامه هایی که با آقای بهکام داشتم اشاره کردم به دو سه نفر دیگه که سعی میکنم اونها رو الان خدمتون بگم. خب در دوران به اصطلاح انقلاب صنعتی ولتر تأکید روی کار و فعالیت میکردش. در واقع میبینیم که فلاسفه اروپا دارن خوراک میدن به مردم اروپا، انگیزه میدن به اونها، یه جوری اونها رو تحریک میکنن. و کانت مثلا توی اون به اصطلاح کتاب رساله صلح پایدار میگه که تنازع یا تضاد لازمه پیشرفته. یعنی جنگ و درگیری و تضاد لازمه پیشرفت هستش. ایشون میگه که درسته که به اصطلاح در انسان روحیه‌ای هست برای یگانگی و اتفاق و اتحاد و به اصطلاح مسائل اخلاقی، درسته که این هست، ولی باید از اون روح رقابت، اون روح انفرادی که انسان رو به رقابت کردن و به خودخواهی میکشونه و میل فردی انسان به تملک، باید از اون روحیه سپاسگزار باشیم.
ریخته تا انسان ناگزیر بشه استعدادهای خودش رو به کار ببره و به این وسیله پیشرفت بکنه. در واقع ایشون داره هم به ماتریالیسم اشاره میکنه، هم در ابتدا میگه که ما انسان هستیم و باید یه فکر اصولی بکنیم، اساسی بکنیم برای نظم دادن به جامعه آینده خودمون. در بعد یه کسی دیگری که خیلی نظر منو جلب کرد نیچه بود. نیچه توی به اصطلاح یک جایی میگه که اون چیزی که اسمش زندگیه همین جنگ و ستیزه. جنگ کردن و رقابت کردن این زندگیه و میگه که به جای اینکه دنبال نیکی بریم بهتره بریم توانا بشیم. اگه توانا بشیم بهتر از اینه که تا بریم نیک بشیم، خوب بشیم. به جای اینکه متواضع باشیم بهتر غرور داشته باشیم. به جای اینکه نودوستی داشته باشیم بهتر تدبیر داشته باشیم. و نهایتا میگه اون چیزی که اختلافات رو میتونه از بین ببره و فیصله بده عدالت نیستش، قدرته. ببینید این ذهنیت در اروپا تئوریسین های خاص خودش داشته. اروپایی ها وارد یه جنگ جدی بودند با هم، رقابت جدی داشتند و در اوج این رقابت یه سری آدمایی بودند که تعارف و کنار گذاشتند و سعی کردن این روحیه رو تقویت کنن در بین مردم و اونها رو به تلاش بیشتر تحریک بکنند. البته در این گفته ها بحث های زیادی میشه کرد و میشه اونها رو شکافت، تناقض هم ممکنه درشون باشه، ولی منظورم اینه که ماتریالیسم، این بشریت قبل از اینکه به طور فلسفی با ماتریالیسم آشنا بشه عملا بر اساس ماتریالیسم عمل میکرده و عمل میکنه و من امیدوارم در آینده بشریت به اون رشد و بلوغ فکری برسه که مسئولیت های خودش رو بشناسه و معتقد هستم سوسیال دموکراسی راه نجات بشریت و راهیه که کمک میکنه به تا اینکه سرمایه‌داری جهانی که اون هم جهانبینی خاص خودش رو به اسم لیبرالیسم داره هر چه بیشتر متمایل بشه به سمت این قضیه که همه آحاد انسانی رو، همه انسانها رو در روی این کره ببینه و نه مرزهای خودش رو. چون این روزها ما باید باور بکنیم که گلوبالیسم یه مسئله جدیه، ما داریم به سمت جامعه جهانی پیش میریم و ناگزیر هستیم گلوبالیسم رو در آینده ببینیم و امیدوار هستم ملت‌هایی که خب زودتر جذب این سیستم حکومت جهانی میشن میتونن سهم کمتری رو برای خودشون بگیرن. امیدوارم که ما ملت ایران در تحولات اجتماعی خودمون برسیم به یه جایی که از این بحران عبور بکنیم و بتونیم از آخرین ملت‌هایی باشیم که به جامعه جهانی، حکومت جهانی میپیوندیم. چون هر چقدر یک کشور دیرتر به این گلوبالیسم بپیونده، به این حکومت جهانی ملحق بشه، میتونه امتیازات بیشتری برای خودش بگیره. عقیده من اینطوری هستش. ولی به هر حال نمیشه جلوی گلوبالیسم رو گرفت. چون چرا اینجوری هست؟ اگه دیرتر بیاد چون تجربه داره، میدونه اونای دیگه که مثلا کمتر گرفتن این بیشتر کسب کنه، اینجوری میشه؟ بله، در واقع کشورهایی که اون استقلال ملی خودشون و اون توان اقتصادی خودشون رو بالا نگه دارن و بتونن استقلال خودشون رو در مقابل این حرکت جهانی حفظ بکنن، خب معنیش اینه که میتونن در روز زمانی که به این حرکت میپیوندن امتیازات بیشتری برای خودشون بگیرن. این حرکت هم در واقع منظورم از امتیازات یعنی این که نقش بیشتری در اون حکومت جهانی داشته باشن، افراد بیشتری رو به اون تشکیلات سازماندهی که برای این حکومت جهانی پیش بینی میشه، در حال برای اون حکومت جهانی باید یک ارگانیزیشن هایی درست بشه در آینده و هر کشوری اشخاصی رو به این ارگانیزیشن هایی که تشکیل میشه بفرسته و نقشی رو ایفا بکنه در اون حکومت جهانی. منظورم این هست.
بسیار ممنون آقا. طبق معمول ما به آخر برنامه داریم میرسیم، 3-4 دقیقه بیشتر وقت نیست و اگر صحبتی هست که حتما به اصطلاح باید اونو بگید بگید. ضمناً اجازه بدید من از دوستانی که روی فیسبوک برنامه ما رو میبینن یا دوستانی که در آخرهای برنامه ما پیوستن بگم، خواهش کنم که روی فیسبوک این ویدیو میمونه و از همین بعد از برنامه میتونید نگاه کنید. حسن فیسبوک اینه که میتونید مثل ویدیو در خونتون عقب جلوش کنید. یکی دو ساعت دیگه ویدیوی آقای سعیدی هم جدا روی یوتیوب گذاشته میشه و با نوشتن اسم ایشون اون ویدیو رو هم میتونید ببینید. بازم ممنونم از شما. بفرمایید آقای سعیدی. بله، من دیگه عرضی ندارم. من تشکر میکنم و امیدوارم که زمانی دیگر حرفی برای گفتن داشته باشم و از شما وقت بخرم به قول معروف. بسیار ممنونم از شما. همینجوری که شما گفتید، دوستان دیگه شما هم میتونید برنامه داشته باشید در تلویزیون مردم. بارها ما گفتیم تلویزیون مردم یک ماشینه، من یک راننده هستم و شما باید اقلا پول بنزینشو بدید تا به مقصد برسید. ممنونم آقای سعیدی این کار رو کرده و بیشتر از پول بنزینم داده برای من، تو رال نهار و کافی هم خریده. از این بابت ازش ممنونم آقای سعیدی. خیلی ممنون. برنامه رو نگاه کن، اگر ایرادی اشکالی بود یا چیزی احتیاج به تصحیح داشت به من بگو و از امروز هم مینویسم نگاهی دیگر با سعیدی. ممنون، روز و روزگارت خوش. مرسی. دوستان عزیز، با آقای سعیدی بودیم. ایشون متریالیست هستن و امروز صحبت کردن درباره اسم‌های مختلف و نظر ایشون این هست. ما هر کدام آزاد هستیم نظر خودمون رو داشته باشیم، تا جایی که به دیگران نخواهیم این نظرها رو تحمیل کنیم. به نظر من خوبه، گفتنی ها کم نیست، من و تو کم گفتیم. و باز ایشون خیلی قشنگ توضیح داد، شما میتونید عضو یک خانواده باشید ولی با هم مخالف باشید. من خودم وقتی تغییر کردم و گفتم دیگه دنبال روی سلطنت و پادشاهی نیستم، پدر من این رو قبول نداشت. تا روزی هم که فوت کرد ایشون همش هم اینو میگفت که آقای شاه، درست همین حرفی که آقای سعیدی میزنه، آقای شاه شخص مهربانی بوده، وطن دوستی بوده، نمیخواسته از دماغ کسی خون بیاد. من میگفتم نه، ایشون رهبر ترسویی بوده و شما مردم هستید که باید قضاوت کنید. پدر من درست گفته، آقای سعیدی درست گفته، اونا فعلا دو به یکن، یا من درست میگم. ممنون و متشکر از شما. برنامه رو پی میگیریم با برنامه آقای حسن ارشاد از ایران و همون جوری که میبینید هر کسی با هر عقیده‌ای با هر مرامی میتونه در تلویزیون مردم برنامه داشته باشه. روز و روزگار بر شما دوستان خوب و خوش. آخر هفته خوبی براتون آرزو دارم.